سلام سلام، من زوس هستم. آره، خدای خدایان. کانال رد شبهات ملحدین بر کلیپ اخیر من، کلیپ 312 با عنوان ژن همجنسگرایی، نقد کرده اند. در واقع بخشی از اون کلیپ من نقد مطالب این کانال اسلامی بوده و الان اونها از خودشون دفاع کرده اند و حالا نوبت منه که از خودم و از کلیپم دفاع کنم. بسیار خوب، کانال رد شبهات مطلبی رو به قلم آقای حسین بکروی نوشته و آقای بکروی ظاهراً در یک سخنرانی در یک جلسه ای تقریباً همون مطالب رو هم بیان کرده اند. من نوشته به سخنان ایشون رو هم در کانال تلگرام خودم میگذارم. ابتدا تشکر کنم که دیگه در این نقد از لفظ توهین آمیز همجنس بازی خبری نیست. این عالیه. دو طرف به بررسی پدیده همجنسگرایی می پردازیم. ابتدا من گفته بودم که بی خدایان در پی دفاع از حقوق همجنسگرایان هستند و خدا باوران به دنبال دفاع از حکم مجازات همجنسگرایان. آقای بکروی عزیز در جواب من نوشتند که جناب زئوس، مخالفت مسلمانان از عمل همجنسگرایی صرفاً به خاطر دفاع از حکم مجازات آن نیست، بلکه می‌خواهند یک عمل بسیار زشت و شنیع و غیر اخلاقی که در دنیای امروز افرادی چون شما در مقام تبلیغ آن هستند خلاصه با اون مخالفت کنند. این که میگن صرفاً به خاطر دفاع از حکم مجازات نیست، یعنی اونم هست، اما هدفهای دیگری هم هست. خب اما من تبلیغ همجنسگرایی نکردم، خیر. مثلا اگه من از حقوق بهایان دفاع کنم، این تبلیغ دین بهایی نیست، خیر. آقای بکروی در ابتدای سخنرانی خودشون در مورد همجنسگرایی در ایران میگن که الحمدلله خدا رو شکر در ایران این مسئله عمومیت نداره. خب معلومه، وقتی هر کسی که اعلام همجنسگرایی کنه با زندان و تجاوز و سنگسار روبرو میشه، مشخصه که این مسئله در ایران عمومیت نداره، خدا رو شکر. ولی در عوض چندین برابر دیگر نقاط جهان در ایران کسانی رو داریم که میخوان تغییر جنسیت بدن، چون حق ندارند که همجنسگرا باشن. نه اینکه همه بله نشستن اونجا هی میخوان چی اگه همجنسگرایی پیدا کنن اینو زود بکشن، زود سنگسارش کنن به قول خودش، که حکمش سنگسار نیست که البته ایشون میگه، درسته؟ بنابراین ببین چقدر راحت ایشون خودش دروغ میگه، بعد میگه که بله اینا دروغگویند. چی؟ حکمش سنگسار نیست؟ من دروغ میگم؟ باشه. اجازه بدید از کتاب تحریر الوسیله آیت الله خمینی بخونم، همون مرجع تقلید ده ها میلیون مسلمان. او در احکام نکاح فصل دوم به لواط میپردازه. مسئله شماره 5 میگه در چگونگی اعدام لواط کننده و لواط دهنده حاکم مخیر است بین این که گردنش را با شمشیر بزند و یا از کوه یا هر مکان بلندی با دست و پای بسته پرتابش کند و یا او را در آتش بسوزاند و یا سنگسارش کند و بنابر قولی نیز میتواند دیواری را بر سرش خراب کند، چه فاعل باشد و چه مفعول، حتی جایز است که او را به هر طریقی که اعدام کرد مردش را در آتش بسوزاند. اسلام اینه، اخلاق اسلامی که میگن اینه. شیعه و سنی هم نداره، همین احکام داعشی، همین احکام وحشیانه و غیر انسانی در ذات اسلام هست، ریشه در قرآن داره. وقتی مسلمان باشی یعنی از این احکام وحشیانه حمایت میکنی. احکام خداست، با احکام خدا که مخالفتی نداری. یعنی حتی اگه تا حالا آزارت به یک مورچه هم نرسیده باشه، اما از این که یک نفر رو سنگسار کنند یا زنده در آتش بسوزانند دفاع میکنی. خسته نباشی مسلمان. میبینید دین چطور میتونه یک انسان سالم رو به یک مدافع وحشیگری و جنایت تبدیل کنه؟ جناب آقای بکروی میگن قبلاً انجمن علمی روانشناسان امریکا همجنسگرایی رو یک اختلال روانی میدونستن، اما از 45 سال پیش تا امروز نوشتند پس از آن تا به امروز محور بحث روانشناسان در این موضوع در حیطه وراثت و ژنتیک است.
بعد ایشون تأکید میکنند که مسلمون ها همجنسگرایی رو نه بیماری روانی میدونند و نه از ژنتیک و وراثت، بلکه اون رو بیماری رفتاری میدونند. ما میگیم این بیماری رفتاریه، نه بیماری ژنتیکی یا بیماری روانی. او فرقی نمیکنه. باز هم میگم اگه بیماریه، چه بیماری روانی چه بیماری رفتاری، بیمار رو درمان میکنند نه سنگسار. اما بریم سر اصل موضوع کلیپ، ژن همجنسگرایی. آقای بکروی نوشتند که آقای زئوس کانال رد شبهات را متهم به دروغگویی و تحریف مطالب دیگران میکند. او بله درسته. من گفتم که کانال رد شبهات گفته ی دکتر دین همر رو به عمد به دروغ ترجمه کرده اند. او چیز دیگه ای گفته، اینا چیز دیگه ای ترجمه کرده اند. الان آقای بکروی از طرف کانال رد شبهات این گونه پاسخ دادند. نوشتند که اولا هیچ دروغ و تحریفی در گزارش سخنان دکتر دین همر صورت نگرفته است. چنان که همه می دانیم یه سری حرفای بی ربط نوشتند تا این جمله که حالا اگر برای رفتار دیگر جنسگرایی نیز ژنوم خاصی پیدا نشود، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد، زیرا اصل سخن درباره ادعای ژنتیکی بودن همجنسگرایی بود نه دیگر جنسگرایی. او خیلی خوب باشه، موضوع همجنسگرایی بود نه دیگر جنسگرایی، قبول، اما چرا دروغ ترجمه کردید؟ هرچی که میگید باشه، اما دلیلی نمیشه که شما متن سخنان دکتر دین همر رو چیز دیگه‌ای به دروغ ترجمه کنید و به خورد مخاطبین بدید. دکتر دین همر گفته برای همجنسگرایی ژنوم خاصی پیدا نشده، همونطور که برای دیگر جنسگرایی هم ژنوم خاصی پیدا نشده. حضرات از این جمله خوششون نیومده، ترجمه کردند همونطور که چیزی نیست که سبب عدم داشتن ناهنجاری جنسی می شود. جونم به این ترجمه. این ترجمه زشتی این دروغ خنددار نیست؟ در ادامه اومدن از اون نتیجه گیری من ایراد گرفتند. دکتر دین همر که دانشمند علم ژنتیک هستند، در همین جمله که به دروغ ترجمه شده، من از ترجمه درست اون استفاده کردم و استدلال کردم که اگه قرار عدم یافتن ژنوم برای همجنسگرایی به معنای ناهنجاری و غیر طبیعی بودن همجنسگرایی باشه، خب مثلا یافتن ژنوم برای دیگر جنسگرایی هم، ازدواج معمولی هم، باید ناهنجاری و غیر طبیعی بودن ازدواج تلقی بشه دیگه. متن این استدلال من را آقای بکروی در نوشتار خودشون درست نوشتند، اما در سخنرانی اشتباه بیانش کردند. ببین ایشون میگه که چون دیگر جنسگرایی غیر ژنتیکیه و هم جنسگرایی هم غیر ژنتیکیه، پس چون دیگر جنسگرایی هیچ بله غیر هنجاری نیست، پس هم جنسگرایی هم غیر هنجاریه. من که نفهمیدم چی شد، ولی حرف من این نبود. و بر حرف من با یک مثال چون این ایراد گرفتند که میدونیم دروغگویی ناهنجاریه و راستگویی هنجاره، اما هیچ کدوم ژنوم ندارند، پس درسته چون برای هیچ کدومشون ژنوم پیدا نشده، بله راستگو بودن هم که هنجاره، پس این یکی هم میشه هنجار. این چونی نتیجه میگیریم کنیم دیگه. ببینید چقدر سفسطه اینا، چقدر ریزه، مغالطه چقدر ریزه، آدم ها چقدر مواظب باشه. خیر، استدلال من این نبود. درک آقای بکروی از سخنان من غلطه. ببینید ویدیوی کانال رد شبهات میاد استدلال میکنه که بگه همجنسگرایی اختلاله و غیر طبیعیه. میگه چون هیچ ژنوم خاصی برای همجنسگرایی پیدا نشده، پس غیر طبیعیه. و من میگم این استدلال اونها غلطه. مثلا الان آقای بکروی میگن دروغگویی ناهنجاریه و راستگویی هنجاره. باش، حالا اگه یکی بپرسه چرا دروغگویی ناهنجاریه و آقای بکروی چنین جواب بده که چون ژنوم خاصی نداره، من میگم این استدلال غلطه چون راستگویی هم ژنوم خاصی نداره. در اینجا من نگفتم که پس دروغگویی هم هنجاره، خیر، بلکه گفتم این استدلال غلطه، این نکته دلیلی بر ناهنجار بودن دروغگویی نیست. پس ببین ایشون اینو میخواد اینو اثبات کنه که
اگر یک صفتی در انسان دو سوی آن، یعنی هم بُعد مثبت هم بُعد منفی اون ژنتیکی نبود، پس ما میتونیم در مقابل اون بی‌تفاوت باشیم و حق نداریم هیچ عکس العملی در مقابل اون انجام بدیم. خودش گفت دیگه، اینو این ژنوم نداره، اینم نداره، پس باید بی‌تفاوت باشیم. خیر، هرگز من چنین نگفتم. این برداشت بسیار پرتی هست از سخنان من. یعنی در این کانال رد شبهات یکی نبود که درک کنه من چی میگم؟ یعنی اینجوری دارن شبهات رو رد میکنند؟ در ادامه آقای بکروی عزیز میگن یک ماه قبل پژوهش نشون داده که بعد از اینکه اینا آزمایش کردن گفتن که هیچ چیزی به عنوان ژن همجنسگرایی در میان نیست. بله، کسی ادعا نکرده که ژن همجنسگرایی دیده شده. این رو بحث کرده ایم. اینکه برای چیزی، چه همجنسگرایی، چه دگر جنسگرایی، چه قدبلندی، چه کچلی، هرچی، اینکه ژنی براش پیدا نشده به معنای غیر ژنتیکی بودن اون نیست. این آزمایش انجام دادن، اونم که گفتن که بله چیه، هیچ ژنی پیدا نشده، هیچ اصلا ژنتیکی نیست. خیر، این رو نگفتند. سپس آقای بکروی به اپیژنتیک میپردازند. از قول من به درستی نقل میکنند که میگه که گاهی نحوه زندگی ژنهایی را فعال یا غیر فعال میکند و این فعال و غیر فعال بودن ژنها به نسب بعدم به ارث میرسه. اپیژنتیک یعنی این که یه شخصی با یه ژن معمولی توی دنیا ظاهر میشه ولی محیط روی ژن‌های اون تأثیر میذاره، ژن‌هاش عوض میشه. او نه نه نه، این اشتباهه. همون که من گفتم درسته. در اپیژنتیک ژن عوض نمیشه، بلکه فعال یا غیر فعال میشه. خب این آزمایشات هم که کردن، این پژوهشی کردن، مشخص شد که این اصلا اپیژنتیک هم نیست. این دیگه ایشون از خودشون اپیژنتیکی رو هم که نمیدونن چیه به نتایج پژوهش دانشمندان افزوده اند. کی به کیه؟ خدا قبول کنه ایشالله. ما هم جنسگرایی در گونه های مختلف حیوانات هم دیده میشه. واقعا خیلی عجیبه. من بهشون نوشتم به قول مولوی از قیاسش خنده آمد خلق را. خب ببینیم چی بوده که خنده بر لبان ایشون آورده. خب از این 7,770,000 تا گونه چند تاشون بله هم جنسگران. تو رفتی دو تا پنگوئن رو دیده، میگه که بعد چرا این دو تا پنگوئن اینجوری رفتار میکنن، پس ما هم حق داریم این کارو بکنیم. آخه اینجوری استقرار ناقص. او باز هم متوجه استدلال من نشدن. من نگفتم چون دو تا پنگوئن این کار رو میکنند پس ما هم حق داریم این کار رو بکنیم. خیر، مدام نقل قول دروغ و برداشت پرت و اشتباه. طبق آمار 20 سال پیش در 450 گونه ی جانوری همجنسگرایی دیده شده. حالا میگید این نسبت به 7-8 میلیون گونه ی جانوری تعداد زیادی نیست؟ باشه، درسته. اما موضوع اینه که اولا نمیتونید منکر وجود حیوانات همجنسگرا بشید، آنگونه که در اون ویدیوی قبلی منکر شدید، و دوم اینکه موضوع استقراء ناقص نیست، موضوع استدلال و منطق هست. در گونه های حیوانات همجنسگرایی دیده میشه. میگید علتش ژنتیکی نیست؟ باشه، قبوله. پس علت همجنسگرایی در حیوانات چی میتونه باشه؟ پس تنها چیزی که میمونه تأثیر محیطه، تأثیر فرهنگه، تأثیر تبلیغات روی انسان. هیچ کدوم از اینا نیست. حیوانات که دیگه تحت تأثیر محیط فاسد و تبلیغات غرب و فرهنگ برهنگی اروپا و اینها نیستند که. پس علت همجنسگرایی در حیوانات چیه؟ حیوانات بودن، این کارو کردن. از کجا معلوم آخه بابا؟ ژن اونا مگه با ژن ما انسان ها مشترکه؟ شبیه هم ژن ما یه چیز دیگه است، ژن اونا یه چیز دیگه است. از کجا معلوم که جهش ژنی تو اینا پیش نیومده؟ خب قرار بود که همجنسگرایی ژنتیکی نباشه که. حالا برای حیوانات شد حاصل جهش ژنی؟ فقط برای انسان جهش ژنی رخ نمیده؟ این استدلال هست که حیوانات تحت تأثیر تبلیغات و فرهنگ نیستند، پس امور ژنتیکی رو واضح تر بروز میدن. و وجود همجنسگرایی در حیوانات نشون میده که این موضوع ریشه در ژنتیک داره. اینکه ژن ما یه چیز دیگه است یعنی چی؟ خیر، ما یکی از گونه های پستانداران هستیم. ژنمون هم یه چیز دیگه نیست، از همون جنس مشابه بقیه جانورانه.
خودش هم قبول داره اینه. میگه که همجنسگرایی مخالف جریان تکامله. خیر، هرگز من چنین نگفتم. میاد میگه که درست است که همجنسگرایی در راستای تکامل نیست، ولی در تکامل پدیده جانبی و ناخواسته محسوب میشود. این که گفتم در راستای تکامل نیست با این که مخالف تکامل هست خیلی فرق میکنه. من به کلمات خودم دقت میکنم و انتظار دارم که اونها رو دیمی تغییر ندید. در تکامل مخالف تکامل حذف میشه، اما چیزی که در راستای تکامل نباشه لزوما حذف نمیشه و همجنسگرایی در راستای تکامل نیست. سپس آقای بکروی انتخاب طبیعی رو به غلط شرح میدن و بعد من همجنسگرایی رو با نازایی مقایسه کرده بودم. پس اگر این انتخاب طبیعی ژنیه، پس این باید هی سرکوب میشد، نه اینکه زیاد میشد. ولی نازایی که هی داره سرکوب میشه ژنش، نمیذاره بله پیشرفت کنه بره بالا. هی چیه این؟ بله کمتر و کمتر میشه، ولی این داره هی پیشرفت میکنه. پس ببینید چقدر راحت ایشون داره مغالطه میکنه. خب باز غلطه. انتخاب طبیعی و ژنتیکی بودن نازایی و همجنسگرایی نباید هی موجب سرکوب شدن نازایی و همجنسگرایی بشه. خیر، آخه این چه حرفیه؟ اگه آمار نازایی رو به کاهش هست به خاطر سرکوب ژن نازایی نیست خیر، بلکه به خاطر پیشرفت علم پزشکی و روش‌های درمان نازایی است. و اگه آمار همجنسگرایی رو به افزایش هست به علت تغییر تدریجی فرهنگ جوامع هست که همجنسگراها رفته رفته جرأت پیدا می کنند که تمایلات جنسی خودشون رو اعلام کنند. در آخر ایشون به سخنان دکتر سروش اشاره کردند که حق مداری تمام شدنی نیست. آخه قبلا دکتر سروش گفته بودند که زمانی بازیگران تئاتر حق برابری با مردم رو میخواستند، بعدن سیاه پوستان حق برابری میخواستند، بعد زنان میخواستند، حالا هم که همجنسگراها حق برابری با مردم رو میخوان. آقای بکروی میگن بعد رابطه با عضو میخوام با محارمم پیدا میشه، رابطه با حیواناتم پیدا میشه. میگه حقمه، تکلیفی ندارم که من در قبال این. بالاخره این حق مدار بودن یه جایی آخه بحث اخلاق چی میشه؟ او دقیقاً اینها اموری هستند که بحث اخلاق مرزهای اون رو تعیین میکنه، نه دین. و اخلاق حق نداره که حقوق اولیه ی انسانها رو زیر پا بگذاره و همچنین اخلاق حق نداره که به خاطر برقراری امور اخلاقی به شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی مجوز بده. خیر، اما دین این کارها رو میکنه. با سپاس از آقای حسین بکروی عزیز و شما بزرگواران، بدرود.